اون عایقای صوتی حرارتی اینجور چیزها رو اضافه کنم و از این چیزها. اوکی؟ این هم از این. انگابن زوم بلایونگز اوبیکت. حالا شما میخواید چی کنید؟ چی بخرید؟ اوکی؟ مثلا من میگم توی دوسلدورف 40 مثلا 27 مثلا من یه آپارتمان دیدم، خیابون مثلا روزنشتراسه هستش، این آدرسش هستش، ایموبیلینز آرت مثلا مثلا وونونگ هستش، مساحتش 78 متر مربع، باوایزش مثلا مثلا بتون باو یا تروکن باو، خیلی چیز شرایط چیزی نیست اینجا مثلا توضیح بدم. هو ایگن نوتسونگ میخوام کنم، نکته مهمیه این که میخوام ایگن نوتسون کنم، یعنی خودم میخوام توش استفاده کنم، فمیتنش کنم، اجارش بدم یا هر دوش. مثلا ممکنه شما یه خونه بخرید، اوکی، طبقه همکفش رو بدید اجاره، طبقه بالا و زیر شیرونی خودتون زندگی کنید. اوکی، این میشه بایدس. پس این فرق میکنه. بایارش چه سالی ساخته شده؟ 1967. این توی اطلاعات آپارتمان یا خونه نوشتن. اوکی؟ پس اینو میخوام خودم استفاده کنم، اینو میخوام اجاره بدم یا هر دوش. خب معمولا فکر میکنم برای استفاده شخصی اینجا افراد میخوان استفاده کنن، آپارتمان رو بخرن. حالا پس اینجا وون فلشش هستش، 78 متر مثلا زیر بناش هست که میخوام من توش وونن کنم. گویبلش نوتسون داره، بخش تجاری داره، مثلا یه آپارتمان هست طبقه همکف یه مغازه مثلا 20 متری هم بهشه، بعید میدونم باشه. گونشتوک گوسه، مساحت کلن اون گونشتوک یا زمین چقدره، اون توی اطلاعات آپارتمان نوشته مثلا 300 متر مربعه. و تایلونز اکلیرون داره یا نه، اینو فعلا ولش کنیم، مهم نیست. باوایزر هم مهم نیست دوستان، خیلی مهم نیست. چند تا اتاق خواب داره، این مهمه، مثلا 3 تا مثلا می‌نویسیم سیما، مثلا 2 تا بالکن، یه همچین چیز میتونیم بنویسیم. هایتس آتش توی توضیحات آپارتمان نوشته چجوریه بخاریش، مثلا می‌نویسیم فن هایتسون یا مثلا چه میدونم سنترال هایتسون، یه همچین چیزی. لاگ این اوبیکت کجاست، مثلا می‌نویسیم کلا، اگر مثلا فن هایتسون که دیگه نمیخواد بنویسیم معلوم کجاش. توشتن مثلا می‌نویسیم گوت، همیشه می‌نویسیم گوت اینو. گون بوخو اینجور چیزا که دیگه حالا اگر بهتون اونو دادن، این مثلا فلو اون فلوش تو توی یک نقشه هست بهتون، اون بنگاهیه داده یه نقشه هست صورتیه، این نقشه صورتیه رو که ببینید اینجا کشیدتش نقشه رو، اینجا که الان من خط خطی میکنم این بالا نوشته فلو و فلوشتوکش رو نوشته و اینا مهم نیست. قونبوخ هم تو اینجور چیزهاش رو بالا. اگر اون بالا نوشته نوشته، اگر ننوشته خیلی مهم نیست. اباقشت که حالا ما باش کاری نداریم، اباقشت یعنی این که چیز ارسی بعید میدونم باشه. اوکی. کستن پلنش، کستن پلنش این اینجا نوشتهش، اینجا باید شما پر کنید برای که چشتون خوب ببینه، من اینو زوم میکنم. اوکی. کاف پرایزش چقدره؟ خب آپارتمان که میخواین بخرید میدونید کاف پرایزش چقدره دیگه، مثلا بگیم مثلا 175,000 یورو هستش. گاراژ و شتل پلاتس داره یا نه، مثلا میگیم عین گاراژ یا مثلا عین شتل پلاتس، میتونید مخفف بنویسید هر چی که هست. اومشولونگش چقدره که باهاش کاری نداریم، اگر باشه توی توضیحات نوشته. و حالا ما چون در کل اطلاعات رو میفرستیم برای بانک، خودشون تک میکنن. اوبیکت ویت اکتوئل، اینو شما نمیتونید پر کنید، یا میتونید همون رقمی که مثلا اینجا 175,000 تا نوشته بنویسید، ولی اوبیکت ویت یه چیزی که خیلی تخصصیه ما ها نمیتونیم بنویسیم. و اینجا مثلا نوشته که انبا و مدرنیزیقون کستنت، میخوای چی کار کنی؟ مثلا من آپارتمان ها که میخوام بخرم با یه نفر متخصص که حالا بعدن ویدیو شما میسازم که چجوری شما میتونید اینو حساب کتاب کنید. حالا همه میگن بعدن کی میسازی؟ خب دیگه باید کمی هم من فرصت داشته باشم. اونو مینویسیم براتون، توضیح میدم که تقریبا یه آپارتمان که میرید توش چجوری تخمین بزنید که این آپارتمان خرجش چقدره. کار آسونی نیست، مسلمان آدم باید بدونه، مثلا حالا ما تو آلمان تا حالا کار نکردیم، حدود قیمت ها دستمون نیست، ولی خیلی گرونه. اینجوری بهتون بگم، من هر آپارتمان که میخرم یه چه حدود 10-15% سعی میکنم از بانک پول بگیرم برای تعمیراتش، حتی اگر آپارتمان تو شرایط خوبی باشه. بعدا توضیح میدم چرا این 10-15% رو بگیریم، به نفع خودمون هست از نظر اقتصادی. ساده بگیم اینه که شما هرچی بیشتر پول از بانک بگیرید به نفعتونه، ولی باید بتونید بانک رو متقاعد کنید که این پول
ارزشش رو داره که به من بدید. اوکی؟ Grund Erwerbssteuer این توی توضیحاتی که بهتون میدن هستش. هر ایالتی این فرق میکنه که درصدش چقدره و یه جاهایی مثلا 4-6 دهمه مثل دوسلدورف و ایالت نورتنگ‌وستفالن و اینا فرق میکنه. حالا ولی اینو ننوشتین هم ننوشتین چون بانکی ها خودشون میدونن این چقدره. نوتا اون گریتسکوستن پول نوتارتون چقدره و این گریتسکوستن نوتار معمولا بین 0.5 تا 1% هستش و گریتسکوستن اگر اشتباه نکنم 2% هست توی ایالت های مختلف کم فرق میکنه کم بالا پایینه. اونجا میتونید بنویسید ماکلاگبور داره یا نه، اینو خودتون باید بدونید با توجه به ماکلرتون. اگر نمیدونید مهم نیست دوستان، نمیخواد نگرانش باشین. اینجا نوشته خودش حتی ببینید اینجا توی چون مال ایالت نورتنگ‌وستفالن هست اینجا نوشته 6.5% رو هم رفته و حدود 2% هم گریتسکوستن و اینجور چیزا هست که باید روش حساب کنید و در واقع باید داشته باشیدش. فینانس پلان فینانسیرونگس پلان که این یکی از جاهای خیلی مهمه. چرا؟ چون که اینجا باید بنویسید که ایگن کاپیتال من چقدره. ببینید ایگن میتل اون چی که خودم دارم. اوکی؟ ایگن کاپیتال من چقدره؟ مثلا میگم من 15,000 یورو توی حسابم دارم. ایگن لایستونگ میگم آقا من خودم میدونم که مثلا میخوام 6 ماه توی این خونه آخر هفته ها کار کنم، یه چه حدود 8,000 یورو با توجه به اینکه من خودم فلان و فلان و فلان کار رو بلدم میتونم اینا رو انجام بدم. و ویتق ایگن میتل که حالا چیزا من دارم، مثلا میگیم یه نفر خول شده رفته بیت کوین خریده، حالا میخواد بیت کوینش رو بفروشه بگیره اینجا سرمایه گذاری کنه، میگه من 5,000 بیت کوین مثلا دارم. ولی چرا میگم خول شده؟ برای اینکه بانک میدونه که اون لحظه‌ای که شما تو بانک نشستی داری امضا قرار داد می‌کنی ممکن همون موقع بیت کوین 5000 یورویی بشه 0 یا بشه 1 یورو، ممکنه بکشه بالا. به خاطر همین روش حساب نمی‌کنه، میگه من این رو این حساب نمی‌کنم. یه چیزای به درد بخورتر باور رو کنید. اوکی، حالا من ایده‌ای ندارم، مثلا میگیم طلا من دارم مثلا 15000 یورو طلا دارم، میتونم من بهتون ثابت کنم بفهمید این طلا روی میز من می‌خوام بفروشم و این رو مثلا خرج کنم. اوکی، gewünschte Gesamtdarlehen in diesem Antrag. اوکی؟ ببینید این یه کمی حساب کتابیه و یه کمی هم متفاوته. میگی که مثلا آپارتمان 178,000 یورو پولش، من مثلا 20,000 تا میخوام ازتون پولم بگیرم برای تعمیراتش، میشه 198,000 یورو. و نورمال سینزش مثلا همیشه 2%، آوسالونگز کواز و نمیدونم تایلونگ زاد سفولان چنان و اینا اینجا خواسته. این رو من بهتون میگم اینو نمیخواد پر کنید، یا اگر فینانس به خاطرتون گفت حتما با پر کنید بهش بگید که اینو من با حضور خودت پر کنم. به خاطر اینکه اینو من اگر بخوام الان توضیح بدم خودش میشه یه ویدیو نیم ساعته و این چیز زیادی نیست که درگیرتون کنه. مهمه چرا، ولی میگم نمیخواد پرش کنید. اگر حالا این فرم رو در آینده اگر با من کار کردید برای آپارتمان خریدنتون این بخش رو از الان بهتون میگم نمیخواد پر کنید. اوکی؟ صفحه بعدش و اینجور چیزا معمولا توضیحات داتنشوتس و شوفا و اینجور چیزا هست که مثلا نوشته ما شوفا تو میخواییم چک کنیم بهمون امضا بده که اوکی میدونی این رو در مورد داتنشوتست هست که مثلا شما داری اطلاعات رو برای ما پست میکنی یا ایمیل میکنی، به هر حال ما میخواییم یه رو ثبت کنیم این برای تو اوکی هست یا نه و یه همچین چیزایی. اوکی؟ این از این. و حالا اگر با من کار کردید روزی شما اینجا آخرش تاریخ میزنید، مثلا میزنید 23/3 مثلا 2022 و اینجا یه امضا علکی میزنید، حالا علکی که میگم حالا من علکی امضا کردم، یه امضای خودتون رو میزنید مثلا میزنید یاد گیری دمت گرم و میفرستید حالا از طریق ایمیل یا پستی برای فینانس بقاطا یا بانکتون یا میرید دستشون میدید یا هر چیزی که هست. حالا نکته مهم چیه؟ اگر این ویدیو دوست داشتید لایکش کنید، کامنت بنویسید، برای دوستاتون ارسال کنید چون نفسم گرفت حداقل یه جبران خوبی بشه با بازدیدهای خوب شما و کامنت های پر انرژیتون. خیلی مخلصیم. بدرود.